محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستن. سلام، وقتتون بخیر. آقای سروری، فتوای رهبر طالبان در مورد اجرای سنگسار زنان در ملأ عام را چگونه ارزیابی میکنید؟ من هم به نوبه خود سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و بینندگانتان. طاعات و عبادات همگان قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. در ارتباط با صدور اجرای حکم سنگسار زنان توسط رهبر طالبان در انظار عمومی، فکر می شود که یک عمل بسیار شنی و بسیار تنفر برانگیز است و به معنای ترویج خشونت های سازمان یافته در جامعه می باشد که طالبا می خواهند آمدانه جامعه را به سوی بدویت و بربریت در حقیقت سوق بدهند و پذیرفتن این چنین اعمالی که کرامت انسانی زنان را لگدمال میکنه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و مردم افغانستان رژیم طالبا را به عنوان یک رژیم نامشروع و غاصب میشناسند و ملت افغانستان هنوز هم باورمند به قانون اساسی دوران جمهوریت است که یکی از بهترین قانونهای اساسی در منطقه بود. لذا اجرای حکم وحشیانه از این نوع از نظر مردم افغانستان کاملا مردود است و مشروعیت قانونی ندارد. بله، اکثر مراجع تقلید و علمای برجسته جهان اسلام اجرای حدود الهی را نیازمند شرایط خاص دانستند. آیا مجازات و سنگسار زنان در ملأ عام از سوی طالبان توجیه دینی دارد؟ همانطور که اکثریت علمای جهان اجرای حدود الهی را منوط به شرایط خاص پنداشتند، میتوان با جرأت بیان داشت که سنگسار زنان در ملأ عام هیچ گونه توجیه دینی نداره. مصلحت ایجاب میکنه که احکام اسلامی در تناسب با رشد علمی فکری جامعه بشریت به صورت گام به گام حرکت نمایه و الا در غیر صورت با اعمال رفتار خشونت آمیز در جامعه حقانیت دین مقدس اسلام ما به شدت زیر سوال میبرند. بله، چرا جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی در برابر اقدامات سرکوبگرانه طالبان سکوت کردند؟ آیا این سکوت باعث جسورتر شدن طالبان نشده است؟ قطعا همینطور است فرمودید. متاسفانه جامعه جهانی و برخی از کشورهای اسلامی در راستای خلقی از فاجعه ملی مبتنی بر به قدرت رساندن طالبان نقش داشتن و دلیل سکوت آنان در قبال رفتارهای استبدادی و سرکوبگرانه طالبان هم انفعالی به نظر میرسه و در این میان بدبختانه مردم افغانستان است که زجر میکشند و قربانی منافع معاملگران با گروهک تروریستی طالبانی شده است. برای این کشورها منافعشان مهم است، نه مردم افغانستان. متاسفانه تا وقتی که جامعه جهانی اگر تجدید نظر در قبال سیاست خود در برابر طالبان ننمایند، مسلم است که سکوت جامعه جهانی طالبان را تشجیع میکنه و اونا را ترغیب به مالهای ضد بشری همچنان ترغیب میکنه. ممنونم از شما، محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.